پوتین به دنبال تحکیم رابطه عمیق‌تر با افغانستان. ولادیمیر پوتین میگوید روسیه باید دیدگاه افغانستان را در نظر گرفته و با این کشور روابط برقرار کند. اینجا اما در کابل حکومت میگوید کابل خواهان روابط نزدیک و دیپلماتیک با جامعه جهانی است. اما پرسش های اساسی برنامه امشب، چرا روسیه به دنبال تحکیم روابط عمیق‌تر با افغانستان است؟ آیا سیاست های اعلامی و اعمالی روسیه در قبال افغانستان همسو است؟ و در نهایت کدام مؤلفه ها روسیه را به روابط نزدیک با کابل متمایل کرده است؟ در این برنامه به بحث میگیریم. سلام به افغانستان 1400 از یک خوش آمدید. من نجیب الله دقیق هستم. مهمانان برنامه امشب آقایان هر یک سید مصطفی مرتضوی استاد دانشگاه را اینجا در استودیو با خود داریم و آقای وایس ناصری آگاه روابط بین الملل را از روی خط تصویر از آلمان با خود داریم که هر دو مهمان را به برنامه بسیار خوش آمدید میگیم. و قبل از آغاز بحث با مهمانان برنامه، بیننده در افق یک با همکارم آزاده بخشی باشید. سلام، در افق یک با من آزاده بخشی خوش آمدید. سپاسگزار آزاده بخشی. در افق یک بحث را با مهمانان برنامه آغاز میکنیم. آقای مرتضوی بسیار خوش آمدین. پوتین به دنبال تحکیم روابط عمیق‌تر با افغانستان شده، چرا؟ تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام ادب خدمت شما جناب دقیق صاحب، خدمت دستان در کاران زحمتکشتان، خدمت مهمان برنامه شریک در بحث و خدمت بیننده های عزیز برنامه تلویزیون و زیمتان. خب ببینین که بحث اساسی که امروز وجود داره او برمیگرده به یک موقعیت اساسی که افغانستان در طول تاریخ برای ابرقدرت‌ها، برای کشورهای منطقه، برای کشورهای فرامنطقه داره. البته این موقعیت حساسی که افغانستان در نزد همه جهانیان داره او برمیگرده به موقعیت ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک افغانستان. ای حائز اهمیت است برای تمام جهانیان، برای تمام ابرقدرت ها. درست. که روسیه هم یکی از قدرت های بزرگ منطقوی هست و تقریبا در همسایگی افغانستان قرار داره. یعنی نسبت به سایر کشورهای ابرقدرت روسیه و روس ها به افغانستان نزدیکتر هست از نگاه بود جغرافیایی. درست. به این مبنا که افغانستان یک موقعیت حساس هست، این می تواند که جلب توجه سایر از کشورها را در قضیه افغانستان داشته باشه، خصوصا مثل روسا، مثل چینایی ها، مثل ایرانی ها. در این 3 سال که امارت اسلامی افغانستان در جغرافیای به نام افغانستان تسلط کامل پیدا کردن و حاکم شدن و حاکمیت دارن، در اینجاست که بحثی است که بسیاری از کشورها، مثلا آمریکا و همپیمانان آمریکا، یعنی ناتو یا اتلانتیک که متشکل از 40 کشور بود که در کنار آمریکایی ها در افغانستان بودن، اونا حضور فیزیکی و حضور نظامی خودشان در افغانستان داشتن که همیشه حضور نظامی آمریکا و شرکای آمریکا تقریبا در حدود 18-19 سال در افغانستان
این سبب دوری سایر از کشورهای مثل روسیه و چینایی ها و ایرانی ها بود. با رفتن اونها تمایل زیاد بر روس ها پیدا شده است که نزدیکی و همسویی با حاکمیت فعلی افغانستان داشته باشه. تشکر. در مورد در واقع رقابت های بلوک شرق و غرب بیشتر میپردازیم، اما اجازه بدین که بریم به سمت آقای ناصری. آقای ناصری، شما هم بسیار خوش آمدین. پوتین این روزها علاقمند روابط نزدیک با افغانستان شده، این نگاه آیا واقع بینانه و خوشبینانه است؟ با عرض سلام ادب اظهار سپاس میکنم جناب دقیق صاحب خدمت حضور شما، آقای مرتضوی، همکاران گرامی شما، همکاران تکنیکیتان و بیننده های خوبتان در سرتاسر جهان. موقف آقای پوتین یک موقف جدید نیست. آقای پوتین بعد از 2 سال جنگ فرسایشی و زمینگیر شدن در اوکراین و برای بار پنجمین باره که انتخاب شد و انزوای سیاسی، نظامی و اقتصادی که روسا با او مواجه شدن، مشکلات عظیم اقتصادی مخصوصا بعد از حملات تروریستی که در مسکو 2 ماه پیش صورت گرفت و داعش خراسان مسئولیت از او را گرفت و او هم گفته شد که از خاک افغانستان و این مناطق با حضور اتباع تاجیکستانی و چچنی و غیره ای صورت گرفته، روسا متوجه تشدید خطر شدن و فعلا فکر میکنن که با توافقنامه دوها و انتقال قدرت برای طالب ها و عدم حضور امریکا در جنگ افغانستان، ولی در جنگ نیابتی که امریکا در حقیب تمام تحولات است و خروج رجولانه و شتابزدی امریکا یک خلای امنیتی را ایجاد کرد و گروه های تروریستی تشدید شدن فعالیتشان و افغانستان به یک خلای از قدرت مواجه شده و پوتین همیش در 3 سال گذشته این انتقاد داشت و میگفت که باید دولت فراگیر همشمول و یک در افغانستان مطمئن با پابندی با قوانین بین‌المللی باشه، ولی تحولات اخیر نشان داد که پوتین به جهت حرکت میکنه که میخواه یک توافقنامه پنهانی مانند دوحه را با طالب ها رقم بزنه که منافع روسا در افغانستان به خطر نباشه. مثل که امریکا با طالب ها توافق کردن که با خروج ما منافع ما توسط شما حفظ میشه، فعلا پوتین میخواه که با امتیازی و طالب ها منافع استراتژیک روسا را در افغانستان حفظ کنند. سپاسگزار. روی منافع استراتژیک دو طرف خواهیم پرداخت. آقای ناصری، آیا شما باورمند هستین، هرچند که شما یک تصویر کلانی از اظهارات 3 سال گذشته روسیه به خصوص پوتین در مورد افغانستان دادین، ولی فکر میکنین که این اظهارات تکرار اظهارات گذشته روسیه و پوتین است یا نه این اظهارات این بار جدیتر به نظر میرسه؟ روسا در یک شرایط خاص قرار گرفتن. روابط تنگاتنگ طالب ها با ایالات متحده امریکا، کمک های 40 میلیون دلاری که در هفته و یا 8 میلیون دلاری که در روز امریکا کمک میکنه، دفتر سیاسی قطر با آقای توماس وست و فعالیت هاش، روسا رو به این انگیزه واداشتن که حوزه نفوذ قدرت روسا در آسیای میانه به خطر افتاده. متحدینشان در آسیای میانه از افغانستان تهدید میشه. چنانچه آخرین اطلاعیه‌ها و اعلامیه‌هایی که کنفرانس شانگهای، مخصوصا 22مین نشست شانگهای داشت و همچنان مسئولین امنیتی شانگهای از تحولات افغانستان و فعالیت گروه های تروریستی که در آسیای میانه ایجاد خطر میکنن، یه زنگ خطر است برای پوتین و پوتین میخواهد که بجای از اینکه این گروه ها بر ضد منافع روس ها و آسیای میانه استفاده شود و بر ضد خود امریکا و متحدینشان شود، بنان افغانستان یک بار دیگه مانند قرن 19 میدان رقابت های بازی بزرگ قرار گرفت. بسیار تشکر آقای نصری. برمیگردیم آقای مرتضوی، اگر نگاه بکنیم به سیاست خارجی روسیه در قبال افغانستان از دیدگاه واقع‌گرایی در رابطه بین الملل و بخصوص سیاست خارجی، آیا سیاست‌های اعلامی و اعمالی روسیه در افغانستان حالا همسو حرکت میکنه، همسو شده؟ خب ببینین که یک بحث وجود داره که سیاست‌ها همیشه در خصوص اعلان و در خصوص عمل در همه دنیا این تقریبا یک اصل پذیرفته شده است که
متفاوت است. سیاست هایی که اعلان میکنن با سیاست هایی که عملی میکنن روی دست میگیرن این تفاوت دارن. اما بعض از اوقات هست که موقعیت ها زمان ها فرق میکنه. مثلا در این موقعیت دو سه سال که افغانستان قرار داره، دید کشورها در مجموع، خصوصا کشورهای همسایه، خصوصا روسا که امروز 2.5-3 سال است که یک جنگ بسیار نفسگیر را با اوکراین و با جامعه غربی داره، البته سیاستش هم در قبال افغانستان تغییر کرده. من فکر میکنم که در سیاست های اعلانی روسا با سیاست های اعمالی و میدانی و عملیشان تفاوت زیاد وجود نداره، به خاطر از این که امروز بحثی است که خب افغانستان میخوان کشورهای ابرقدرت خصوصا آمریکا برای خودشان داشته باشه، یعنی یک حیات خلوت یا یک سکوی پرش باشه. درست. با موقعیتی که مثلا امروز روسیه داره، یک جنگ را که امروز با اوکراین داره که در حقیقت پشت قضیه اوکراین آمریکا هست و همپیمانان آمریکا است و از این طرف روس ها هستن، در اینجا هست که بحث منافع روس هاست. بر مبنای منافع خودشان اونا امروز فکر میکنم که هم در سیاست های اعلانی و هم در سیاست های عملی خودشان زیاد تفاوت دیده نمیشه. و از گذشته نزدیکتر شده این دو سیاست، بله؟ یقیناً. چرا؟ موقعیت امروز بسیار اساس است. فضایی که امروز قرار داره در کشورهای آسیایی یک فضای آنارشیسم است، خصوصا برای روسا. بر این مبنا هستند که وقتی که آمریکا میخواهد که در اینجا بتوانند که اون پتانسیل ها و ظرفیت های خودشان در جغرافی های افغانستان داشته باشند و به یک شکل میخواهند که کشورهای آسیایی را تحت تسلط خودشان داشته باشه با فضای شکننده ای که امروز در کشورهای آسیایی حاکم هست، بر اون مبنا روسا هم میخواهند که منافع خودشان از این فضای انارشیزمی که در کشورهای منطقه در کشورهای آسیایی وجود داره به دست بیارن و نمیخواین که هیچگاه منافع روسا و همپیمانان روسا مثل چینایی ها، مثل ایرانی ها از آدرس آمریکا و شرکای آمریکا در کشورهای آسیایی مورد خطر قرار بگیرن. و یک چالشی که امروز وجود داره بر او اساس است که سیاست های یا دکترین سیاست های خارجی روسیه در کشورهای آسیایی میانه خصوصا در افغانستان است که از این چالش یک فرصت ایجاد کنه، یعنی بر منافع خودشان میخوان که رفتار در کشورهای آسیایی از اون جمله در افغانستان داشته. بسیار تشکر آقای مرتضوی. آقای ناصری، اگر بپردازیم به تغییر مسیر سیاست خارجی روسیه در قبال افغانستان، آیا واقعا سیاست خارجی روسیه در قبال افغانستان یک تغییر مسیر داده در نزدیک به این 3 سال که گذشت از حکومت فعلی افغانستان، یا نه رقابت های جدی میان بلوک شرق و بلوک غرب پوتین را به این واداشته تا با حکومت افغانستان رابطه نزدیکتر تحکیم ببخشه؟ از زمانی که در افغانستان یک تحول آمد و رژیم جمهوریت سقوط کرد و طالب ها به قدرت رسیدن تقریبا 3 سال میگذره. روسا 3 سال وقت داشتن که امی اقدام را که آقای پوتین آل اعلان میکنه اعلان میکردن. شما شاهد هستین که آقای سرگی لاووف یک ماه قبل اعلان کرد که تا زمانی که یک دولت فراگیر ملی متشکل حتی از اشخاص و افراد نام گرفت، از آقای کرزی، از آقای دکتر عبدالله، از احمد مسعود، از اینا نام گرفت و گفت که طالب ها مجبور است با تمام مخالفین خود بشینند و از هم اقوام افغانستان یک دولت تشکیل شود و انتقاد کرد. و الی امروز این سیاست فقط بر یک موازنه هست، به خاطر ایجاد یک موازنه هست و یک ارزیابی هست، فقط یک تست است، یک ارزیابی است که ببینن قبل از کنفرانس دوحا و همچنان نشست اقتصادی جهان در سن پیترزبورگ آقای پوتین میخواهد که چراغ سبز به طالبا بده که شما را از لیست میکشیم، در حالی که اعتماد بر تحولات افغانستان ندارن به دلیل از اینکه هنوز است متاسفانه کنفرانس کشورهای شانگهای و فرمات مسکو اعتماد ندارند که گروه های تروریستی در افغانستان وجود نداشته باشند، فعالیت نکنند و طالب ها به نوع از انها و شکل از اشکال با اونا ارتباط نداشته باشند. بناهن روس ها به این سرعت اقدام نخواهند کرد و تمام کارت شناسایی و اینا رو بر روی میز نخواهند گذاشت و اگر هم این اشتباه استراتژیک انجام بدن که به تنهایی روسا با چند کشور بخواهند این کار عملی کنند و نفع نه افغانستان است و نه به نفع منطقه است، به این دلیل که شناسایی چند کشور معدود از حاکمیتی به نام امارت اسلامی مشکل افغانستان و مشکل منطقه را حل نمی کنه
و اختلاف شدید در خود کنفرانس شانگهای و فرمات مسکو ایجاد میکنه. چینایی ها خواهان به رسمیت شناختن رسمی طالب ها نیستن، ایرانی ها هم نیستن، حاضر نیستن، انتقاد دارن. چنانچه آقای قومی وقتی پیشتر گفت که تا تشکیل دولت فراگیر ایران حاضر به شناسایی طالب ها نیست، یعنی اعتماد ندارن و تشویش دارن از تحولات افغانستان. بله. و خواسته های و شروطی را که جهان بر طالب ها گذاشته تا زمانی که او عملی نشه، من فکر میکنم این یک بازی روسا با امریکایی ها و کشورهای غربی است، ولی روسا به این سرعت و به این جرأت اقدام نخواهند کرد که بدون در نظر داشت منافع کشورهای آسیای میانه و خواست از اونا دفتن امارت اسلامی طالبها را به نهیس دولت به رسمیت بشناسه. سپاسگزار آقای ناصری، هرچند که در مورد همگرایی منطقه‌ای در این بحث خواهیم پرداخت، اما شما از ایران یاد کردین. دقیقا همین یک روز قبل آقای غلامرضا نجاری معاون سفیر ایران در کابل گفتند که تمایل مقامات ایران با رابط نزدیک و رابط بسیار نزدیکتر با حکومت افغانستان بیش از حد است و اونا اظهار امیدواری کردند که این رابطه بیشتر مستحکمتر و نزدیکتر شود. این اظهارات را شما چطور برش نگاه میکنین؟ ببینین در هیئت بلندپایه که به شمول آقای ملا برادر آخوند و آقای متقی و دیگر رهبران طالب ها به ایران رفته بود به خاطر فاتحه آقای رئیسی و همراهانشان، آقای خامنه‌ای هیئت نپذیرفت، در حالی که هیئت‌های تمام کشورهای جهان را که به ایران رفته بود آقای خامنه‌ای شخصا پذیرفت. این نشان دهنده عدم اعتماد و عدم اطمینان رهبران ایران بر طالب‌ها هست و رابطه از اینا به شکل دولت با دولت نی، با شکل رسمی و دیجور و قانونن نی، بلکه به شکل بر اساس مجبوریت است، بر اساس از اینکه در پای سقوط افغانستان و خروج عجولانه و شتابزادی امریکا بعد از قرارداد دوحه تمام کشورهای منطقه به شمول چین، روسیه، ایران، پاکستان، هند اینا در تشویش هستن که امریکا پلان بعدی امریکا چی است، پلان بی امریکا در منطقه چی است، بنان از تحولات افغانستان تشویش دارن. خواهیم پرداخت. بسیار تشکر آقای ناصری، ممنون. برمیگردیم. حضرت میخواین که من صدای شما رو درست نمیشنم، با این خاطر صحبت قطعا نمیشه. ادامه برنامه پس از میان برنامه کوتاه. باز هم خوش آمدید، ادامه برنامه است. آقای مرتضوی، اگر نگاه بکنیم به همکاری منطقه‌ای با روسیه، شما می‌بینید که در یک ماه گذشته چندین بار در واقع مقام‌های ایران با روسیه و همطور روسیه با ایران دیدار کردند، در مورد ثبات و امنیت در افغانستان صحبت کردند و این صحبت‌های اخیر مقامات ایرانی را به خصوص معاون سفیر ایران در کابل را شما حتماً دنبال کردین. آیا فکر میکنین که ایران با روسیه و کشورهای دیگر منطقه و ترکیه و کشورهای دیگر میتونن یک همگرایی را شکل بتن تا در این همگرایی با افغانستان رابطه نزدیکتر داشته باشند و این رابطه باعث شود که ثبات و همواره مورد دیگری که مطرح هست در رابط دو طرف ای بیشتر و بیشتر شود؟ خب بله، ببینید که در خصوص قضیه افغانستان، بعد از آمدن امارت در جغرافی های افغانستان دو حلقه را ما در اینجا مشاهده میکنیم. یک حلقه آمریکا و همپیمانان آمریکا هستند که اونا حق ویتو دارن، و این اساس است که حلقه دومی که هستن اونا نمیتوانند که پیشگامی در بسیاری از قضایای افغانستان بکنن. حلقه دومی که امروز وجود داره در قضیه افغانستان حلقه است که دقیقاً مقابل حلقه آمریکا و شرکای آمریکا در قضیه افغانستان است که روسا هستن، چینایی ها هستن، ایرانی ها هستن و بعض از کشورهای دیگه هستن که اینا همگرایی خودشان در خصوص افغانستان اینا میبینن. در اینجا است که یقیناً در این سه سال مشخص شده است، به تجربه ثابت شده است که هم روسا، هم ایرانی ها و هم چینایی ها تمایل بسیار شدید در تحکیم روابط خودشان با نظام فعلی که در افغانستان حاکم هست دارن و این را ادامه میتن، و هرچی هم که زمان گذشته است مشخص شده است که تحکیم روابط این کشورها در قضیه افغانستان
محکمتر شده، ثابتتر شده. بله. چرا؟ ولی بسیار معذرت آقای مرتضوی، اگر این رابط واقعا تحکیمتر است و اگر واقعا یک همگرایی منطقه‌ای بر اساس نظام بین الملل شکل گرفته میان روسیه، چین، ترکیه، ایران و کشورهای دیگر، برایند این همگرایی برای افغانستان چطور بوده؟ چگونه نگاه شده؟ این را اگر بپردازیم. خوب ببینید که در خصوص برایند را که این دیدگاه ها و این تحکیم که روابط و همگرایی را که کشورها با افغانستان داره، برایندش اگر ببینیم در مقطع امروزی در بسیاری از قضایا بسیار کارساز بوده. شما ببینید مثلا در خصوص یک نمونه ایشان خصوص مهاجرین افغانستانی که در این کشورها هستند، با ایجاد یک تحکیم، با تغییر یک دیدگاه این کشورها نسبت به نظام فعلی افغانستان، ببینید بسیار از سهولت ها برای مردم افغانستانی مهاجر که در این کشور هاست، چی در روسیه، چی در ترکیه، چی در افغانستان و سایر از کشورهایی که تقریبا یک روابط مناسب را البته غیر رسمی با امارت اسلامی دارن، خیلی سهولت های ایجاد شده است. مثل ازی در بسیاری از بحث ها شما ببینید که در این یک هفته هست که دوباره خطوط هوایی ترکا در افغانستان فعالیت خودش بعد از 3 سال از سر گرفتن. اینا همه میتونه که برایان های مثبت باشه، اما اون چیزی که توقع میره و توقع مردم افغانستان است، او برمیگرده به قضیه رسمیت شناسایی نظام فعلی از آدرس کشورها. که کشورها هم نمیتوانند تا حلقه اول، اون حلقه که مقابل این حلقه دوم قرار گرفته است، بلوک غرب، بله بلوک غرب، تا قضیه بر اساس شناسایی نظام فعلی را روی دست نگیرن، اینا نمیتونه که در این قضیه یعنی گام بگذارن و پیش قدم شون. روی بر اساس شناسایی حتما صحبت میکنیم. آقای ناصری، شما میدانین که رابطه افغانستان و روسیه در این 3 سال گذشته در واقع مرحله های مختلفی را پیموده. مهمترین مرحله می بوده که در این نزدیک به 3 سال سفارت روسیه در کابل باز است و این سو حکومت افغانستان را سفیر و نماینده داره در روسیه. فکر میکنین که این رابط نزدیک، حالا برای تحکیمش آقای پوتین صحبت میکنه، از این گام چه گام پیش قدم تر خواهد شد و چه گام مهمه واقعا در دورنما و چشمنداز نزدیک و دور افغانستان دیده میشه از رابطه افغانستان روسیه؟ آقای پوتین در پی مصروف نگهداشتن طالبها و بازی به افغانستان است. آقای پوتین در فکر احیای یک امپراتوری دیگی در سطح کشورهای اتحاد شوروی سابق است، احیای دوباره اتحاد شوروی، تجاوز بر اوکراین و جنگش و بنبستش و همچنان دید به حساب بلند بالای استراتژیک امنیتی که در منطقه داره، با آسیای میانه داره، اینا میخواد فقط با افغان ها با طالب ها بازی کنند و دوباره یعنی برگشت روسا در بازی افغانستان، بازی همو بازی به حساب بزرگ و یا برگشت به حساب امو قرن 19 و همچنان حتی بسیار جالب است و تشای تصادفی باشه که در 1907 یک قرارداد میان انگلیس ها و روس های تزاری در سن پیترزبورگ، جایی که چند هفته بعد یک کنفرانس بزرگ اقتصادی روس ها شکل میگیره و 128 کشور گفتن اشتراک میکنه و شمول طالب ها در اونجا جهان انگلیس ها و روس ها بین خود در سن پیترزبورگ تقسیم میکنن که در اون تقسیم افغانستان و هند و کشورهای دیگه شامل میباشه. بنابراین امروز در این قسمت و قضیه دوباره آقای پوتین فقط بازی میکنه، فقط برای مصروف نگه داشتن طالب ها که در کنفرانس دو اگر شما نمیرین هم پشت شما گرم است، ما هستیم و شما را به رسمیت میشناسیم و مسئله شناسایی حل است، ما چند کشور شاید شما را به رسمیت بشناسیم و شما را سر. ولی روسا هرگز این کار را نه در 3 سال کردن و نه در 3 سال آینده خواهند کرد تا زمانی که شرایطشان قبول نشه. شرایط ولی شما فکر میکنید که بسیار تشکر آقای ناصری، تا چه زمان این روی کرده سیاست روسیه در قبال افغانستان فکر میکنید موفق به در خواهد آمد؟ روس ها اعتماد ندارن که زمان پنهانی توافقنامه دوحه میان امریکا و طالب ها چی است.
حضور امریکا در فضای افغانستان، حضور امریکا در منطقه و کمک های بیشایبی امریکا و طالب ها و رفت آمد ها و دفتر سیاسی طالب ها در قطر و رابطه با نفوذ قطر در قضایای افغانستان نقاط قابل تشویش برای روسا هست. رشد ترور و تروریسم نه بر ضد امریکا هست بلکه بر ضد کشورهای منطقه است. خروج غیر عجولانه، خروج عجولانه و غیر امو به حساب شتاب زدی امریکا، غیر اخلاقی امریکا، جنگ افغانستان به خاطر مصروف نگه داشتن افغانستان بی ثبات باعث بی ثباتی منطقه است و بر مصروف نگه داشتن روسیه، چین، ایران، پاکستان و هند صورت گرفته. پنج قدرت اتمی را روسا در این منطقه امریکایی ها مصروف تعاملات افغانستان، رشد گروه های تروریستی افغانستانی که فاقد یک دولت مرکزی و یک قدرت مشروع سیاسی در سطح جهان باشه قرار داده. متاسفانه این سردرگمی ها باعث از این شده که روسا از تعاملات افغانستان، از انکشافات افغانستان، از بازی میدان بازی امریکا در میدان افغانستان تشویش داره. بر طالب ها اعتماد روسا ندارن که اونا را به رسمیت بشناسن، فقط با طالب ها بازی میکنن. تشکر. روی به رسمیت شناسی حتما بحث میکنیم آقای مرتضوی. اگر بپردازیم بر بحث به رسمیت شناسی حکومت افغانستان، آیا باور دارین که واقعا این گامی که قرار است در واقع از سوی روسیه برداشته شود که تحکیم رابطه نزدیکتر با حکومت افغانستان است، این گام بستر را مساعد میکنه برای بحث بر رسمیت شناسی، یا نه مؤلفه های دیگری است که باید بسترساز بر رسمیت شناسی حکومت افغانستان از سوی روسیه و همونطور کشورهای دیگر باشه؟ خب تعامل یک معنا داره. بحث بر رسمیت شناسی فکر کنم که یک مؤلفه دیگه هست. دقیقا دو فاز متفاوت هستن. تعامل تنها در این یک مادوما وجود نداره بین روسا و نظام فعلی، بین ایرانی ها و این نظام و چینایی ها. تعامل در این 2.5-3 سال دقیقا وجود داره. هرچی هم که زمان گذشته است این تعامل تحکیم پیدا کرده و این تعامل رفته به سمت یک ثبات و یک پایداری بین این کشورها با نظام فعلی افغانستان. درست. اما بحث بر رسمیت شناسایی دو تا مؤلفه اساسی را می طلبه. یک مؤلفه برمیگرده به اینه که کشورهایی که حق به تو داره، خصوصا شاکلید بر رسمیت شناسایی نظام فعلی برمیگرده با آمریکا. درست. و متحدین آمریکا. من فکر میکنم تا زمانی که آمریکایی ها این گام در صحنه و در میدان عمل نگذارن و اونها این جرأت به خود نتن و این نظام فعلی رو بر رسمیت نشناسن، فکر میکنم که هیچ کشور این توانایی رو نداره که پیشگامی کنه در این میدان بیاین نظام فعلی رو به رسمیت بشناسن. ولی شما به لحاظ ژئوپلیتیک و ژئوستراتژیک و در واقع قدرت روسیه هم میدونیم که آیا روسیه به اون هژمونی نرسیده که این جرأت بکنه؟ ببینید روسا هم متاسفانه با آغاز یک جنگ خطرناکی که با اوکراین آغاز کردن، اینا هم ایتوریتا و پرستیج خودشان روسا از دست دادن. با اون تصوری که روسا داشتن که در قالب یک هفته تمام اوکراین اشغال میکنن و چیزی به نام نظام اوکراین باقی نمیمونن، اما شما ببینید که 3 سال است که اوکراین جنگش ادامه پیدا کرده. بالای 60 تا 70 تن از نظامیان کارکشته روسا که این نظریه را برای پوتین داده بود که ما در یک هفته میتوانیم اوکراین را از بین ببریم، امروز در زندانهای روسیه قرار دارند و اونجا محبوس هستند که شما ما را یک طرح اشتباهی را دادین. بنابراین روسا هم اون ایتوریتا و پرستیج خودشان را ندارن. بحث تعامل یک بحثه. مؤلفه ای که من اشاره کردم یک مؤلفه برمیگرده به آمریکا و همپیمانان آمریکا در قضیه بر رسمیت شناسایی نظام فعلی. مؤلفه دومی که وجود داره او برمیگرده به بعضی از کارهای خانگی که ارتباط میگیره یا مربوط بشه به حاکمان و مسئولین فعلی نظام فعلی. درست. بحث حکومت همه شمول با قاعده های وسیع، با باسیک ها و پایه های بنیادی و اساسی که همه شمول باشه، یعنی از همه اقوام افغانستان باشه، با واقعیت هایی که امروز در جهان پذیرفته شده است که شایسته سالاری باشه، وطن دوستی باشه، میهن دوستی باشه. درست. صداقت و تعهد و تخصص باشه. این یک بحث است. بحث دیگه که وجود داره بحث زنان هست در مجموع، که این یک خط سرخ برای دنیا شده است و این در پیش پای نظام فعلی گذاشته است. یعنی بحث دیگه‌ای که وجود داره،
چالش هایی که در خصوص اقلیت های قومی در افغانستان در انظار جامعه جهانی است، اینها تا زمانی که مرفوع نشه و بسیاری از مسائل از آزادی بیان هست، مسائل چیزهایی که اصل های پذیرفته شده برای جامعه جهانی است، تا این کارهای خانگی از آدرس نظام فعلی انجام نشود در مؤلفه دوم، بناهند نه روسا نه هم پیمانان روسا و نه جامعه جهانی این توانایی را به خود میتن که بیای نظام فعلی را به رسمیت بشناسند. بحث بر اسمش شناختن اشاره کردم یک بحث اساسی است که باید مؤلفه ها همه تحقق پیدا کنه عملی شود. برای اما تحقق این دو مؤلفه تا چه حد نزدیک شده افغانستان، هم از مؤلفه داخلی که شما یاد کردید و هم مؤلفه بیرونی را که یاد کردید؟ خب من فکر میکنم که زیاد ما نتوانستیم که این دو مؤلفه را انجام بدیم تا به حال را. متاسفانه ما نتوانستیم که یک فضای اعتماد سازی را ایجاد کنیم، یعنی نظام فعلی یک فضای اعتماد سازی رو با جامعه جهانی ایجاد کنه که این سبب شوه این فضای اعتماد سازی که سیاست های خصمانه خودشه هم آمریکا هم شرکای آمریکا در قبال نظام فعلی افغانستان کاهش بدن و در آخر روز و در نهایت او رو از بین ببرن. تا حالا ببینید که ما فضای اعتماد سازی رو به این مشکل داریم، خلاهایی که در داخل وجود داره، خلاهایی که امروز در بین نظام و مردم وجود داره، اینا تا حالا ببینید که جبران نشده. من فکر میکنم که این کارها تا به حال به اون شکلی که باید عملی میشد عملی نشده، اما امیدوار هستیم که متوجه شوند از این فرصتی هم که فعلا وجود داره استفاده از این صورت بگیرد. تشکر، بسیار تشکر. برمیگردیم ادامه برنامه پس هست میان برنامه کوتاه. باز هم خوش آمدید، ادامه برنامه است. آقای ناصری، اگر بپردازیم بر بحث بر رسمیت شناسی حکومت افغانستان از ساختار دیفکتو و دوژیرو، فکر میکنین که در کنار دو مؤلفه که آقای مرتضوی یاد کردن، چه مؤلفه های به باور شما بسترساز بر رسمیت شناسی حکومت افغانستان است؟ ببینین متاسفانه چیزی را که آقای مرتضوی میگه که شاکلید حل مشکل افغانستان پیش ایالات متحده آمریکا و شرکایشان است، من به این باور نیستم. شاکلید حل مشکل افغانستان در خود افغانستان است، در داخل افغانستان است، در وطن ما هست. دید و نظر و گرایش سیاسی حاکم در افغانستان، آیا واقعا کسانی که امروز به قدرت رسیدن و حاکمان فعلی افغانستان هستند، اینا از تحولات افغانستان، از جریانات سیاسی 40-50 سال افغانستان، از تاریخ افغانستان آموختن؟ آیا میدانند که این تحولات میتونه تغییر کنه و با اون سرعتی که یک تحول آمده با اون بس بر بگرده؟ به حساب اون شعاری که در هفت سو داده میشد که انقلاب برگشت ناپذیر، هیچ انقلاب و هیچ تحول در افغانستان برگشت ناپذیر نیست که برگشت پذیر هم هست. متاسفانه 40-45 سالی ثابت کردانی. بنان بجای اصرار همی که حکومت و حاکمیت فعلی همه شمول است، نماینده از مردم افغانستان است و همه چیز سر جایش است، بجای از این واقعا خواست مردم افغانستان، خواست اتباع افغانستان، زنان و مردان افغانستان، خواست تاریخ و تحولات 45 سال گذشته افغانستان از طالبان می است که اینا مشارکت سیاسی را، مذاکره بین الافغانی را، تفاهم بین الافغانی را، توافق ملی را و تشکیل یک دولت قوی ملی را بر اساس احترام به آرا و جایگاه همه اقوام و مذاهب و جریان‌های سیاسی و مردم افغانستان بپذیرند، کار به حلش سپرده شود، از استعدادهای افغانستان، زنان و مردان با استعداد افغانستان استفاده احسن شود، یک دولتی بر اساس مشارکت سیاسی و بر اساس تفاهم ملی، دولت آشتی ملی شکل بگیرد. درست. اینا در بود داخلی، آقای ناصری، اینا در بود داخلی شما اشاره کردید، بسیار خوب. ولی در بود بین المللی چه کارهای باید صورت بگیره تا بستر مساعد شود برای بحث بر رسمیت شناسی؟ ببینید، خواست تمام کشورها، خواست 57 کشور اسلامی، خواست تمام کشورهای فرمات مسکو و شانگهای، خواست تمام کشورهای جهان از طالبان در 3 سال گذشته چی بوده؟
چهار شرط داره که آمریکا داره، اون چهار شرط چین هم داره، روس هم داره، ایران هم داره، پاکستان و کل کشورها یک صدا دارن: رعایت حقوق بشر، پابندی به تمام کنوانسیون ها، میثاق ها و قراردادهای بین المللی، منشور سازمان ملل متحد، مخصوصا اعلامیه جهانی حقوق بشر، رعایت به حساب امو باز کردن مکاتب دختران و زنان و کار و حقوق بشر، تشکیل یک دولت ملی فراگیر اما شمول دولت متنوع، دولتی که حاکمیت حکومت یک گروه یا قوم نباشه، و از همه مهمتر حضور گروه های تروریستی است که در شورای امنیت امی در حضور روسیه و چین در جون سال گذشته شورای امنیت اعلان کرد که 6 گروه فعال تروریستی در افغانستان است، پایگاهشان هم نشان داد که در او هم تی تی پی بود، هم القاعده بود، هم جیش محمد سپاه صحابه بود و هم داعش خراسان بود. بله. بناهن وقتی که این مشکلات وجود داره، وقتی کشور تاجکستان از حضور انصار الله تاجکستان در افغانستان هراس داره، وقتی که دولت ازبکستان از فعالیت حزب اسلامی ازبکستان تشویش داره، وقتی که چین از فعالیت گروه های اویغور چین نوزت اسلامی اویغورها تشویش داره در افغانستان، طالب ها مجبور و مکلف هستند که با 4 شرط جهان و شرط مردم افغانستان تن بتن. بله. بجای ادامه این سیاست. بله، پس شما باور دارین که در بعد بر رسمیت شناسی حکومت افغانستان، جهان هم بلوک شرق و هم بلوک غرب و همه کشورهای منطقه هم صدا هستند؟ تا به امروز، تا می لحظه که ما شما صحبت میکنیم، یک اجماع اعلان نشده جهانی وجود داره که هیچ کشور امارت اسلامی طالبان را به شکل دیجور و قانونمند به رسمیت نشناسه. بر کدام اساس؟ بر اساس قطعنامه نوامبر 2020 که در شورای امنیت در حضور روسیه، چین، امریکا و انگلیس و فرانسه و دیگر کشورها صورت گرفت و در اونجا هنوز دولت افغانستان، دولت جمهوری سقوط نکرده بود و گفته شد که ما از برگشت امارت اسلامی حمایت نمی کنیم. در فرمات مسکو عین قطعنامه دوباره تکرار شد که آقای استانگزه اینا وزرده شدن که چرا روسایی را تکرار می کنن. روسا عین نظر و خواست را دارن که امریکایی ها داره و کشورهای غربی داره. بله. چین عین خواست داره. بله، ولی اگر نگاه بکنیم آقای ناصری، نگاه ریزبین داشته باشیم، هر از گاهی که نگاه غرب به افغانستان خوشبینانه میشه، ما واکنش میداشته باشیم از سوی روسیه و کشورهای منطقه دیگر، و هر گاهی هم که روسیه در واقع کارت سبز نشان میده از رابط و تحکیم رابطه نزدیک با افغانستان، آن سو میبینیم که واکنش بسیار مشخص از سوی ایالات متحده آمریکا که شما شاهد بودین روز گذشته وقتی آقای پوتین از رابطه نزدیک روسیه با تحکیم رابطه نزدیک روسیه به افغانستان یاد کرد، سخنگوی کاخ سفید ایالات متحده آمریکا واکنش نشان دادن. پس این واکنش ها برای چه؟ این جنگ زرگری است. ای فقط به حساب امو جنگ رقابتی و نیابتی به شکل امو زرگریش است. واقعیت هی است که یک اجماع اعلان نشده جهانی در 3 سال، در 79 سال گذشته به سابقه است که یک دولت تشکیل شود، یک حکومت دیگه سقوط کنه و هیچ کشوری و یک کشور جهان هم حاضر نشه که او را به رسمیت بشناسه. در تمام تحولات جهان از زمانی که سازمان ملل متحد تشکیل شده در دیپلماسی جهان، اگر یک تحول کودتای نظامی یا جنگ بر اساس مثل افغانستان یا غلبه نظامی صورت گرفته، چند کشور او را به رسمیت شناخته در افریقا یا در آسیا و چند کشور نشناخته. ولی این تحول که یک اجماع اعلان نشده جهانی هست که در شورای امنیت در قطعنامه 2021 هم از او تذکر داده شد و تقریر شد که جهان یک صدا و یک نظر هستند، این نظری را که امروز امریکا داره، روسیه و چین و ایران اینا دارن، و به این خاطر هم است که آقای پوتین فقط اعلان میکنه که ما این را یک بررسی میکنیم، پروف میکنیم و این را زیر نظر گرفتیم که طالب ها را از لست سیاه تروریسم خارج کنیم. تا به امروز چرا آقای پوتین این کار را در 3 سال نکرد، در حالی که در 3 سال از حکومت طالبان ایجاد شده؟ بنابراین این فقط برای فریب دادن و مسکوت نگه داشتن و امتیازگیری هاست، ولی روسا عین نظر و موقف داره که دیگر کشورها داره. تا فعلا، تا پیش از کنفرانس سیام دو، جهان یک متحد است و یک پارچه است در قسمت سیاست مقابل طالبان.
بسیار ممنون آقای ناصری. آقای مرتضوی، شما بحث آقای ناصری را دیدین که گفتند که جهان در واقع در قبال سیاست های کلانش در قبال افغانستان هم صدا است، و اگر نگاه بکنیم به من اعلامیه 2021، آیا واقعا جهان صدای تک صدا دارن در قبال قضایای کلان افغانستان، جدا از اون رقابت های جدیه که میانشان وجود داره، یا نه این بحث اعلامیه 2021 فقط در حد یک حرف است، در عمل چیز دیگری؟ مشکل است که البته خوب با دیدگاه ناصری صاحب در این قضیه موافق نیستم. ببینین اجماع اعلان نشده در قضیه افغانستان در بین همه جهانیان یک کار بسیار مشکل است، کار سهل و آسان نیست. حتی اگر بیاییم ما از او کوچکتر دایره را خردتر تصور کنیم که یک اجماع اعلان نشده یا اعلان شده در قضیه افغانستان، در قضایایی که در افغانستان صورت میگیره، حتی در کشورهای همسایه و منطقوی ببینن، این مشکل است که یک اجماع حتی در کشورهای منطقوی در قضیه افغانستان وجود داشته باشه. این یک مسئله. مسئله دیگه که وجود داره که اگر ما بیایم بگیم که یک اجماع اعلان نشده در قضیه افغانستان وجود داره، او به خطوط سرخ و اساسی جهان هست که باید نظام فعلی او را عملی کنه. بحث حقوق بشر یا بحث این و آن و اعلامیه ها و متعهد ماندن به تعهدات و کنونسون های جامعه جهانی و سازمان ملل که باید این نظام به اینا متعهد باشه، خب این بحث های شعاری بر جهانیان هست، برای حتی همون کشورهایی که خود مهد آزادی میگیرن، مهد دموکراسی میگیرن، اونا برای اونها هم اینا یک شعار هست. شما ببینید که اونها هم به مسائل حقوق بشر زیاد متعهد نیست. اگر اونا این مسائل در افغانستان خط سرخ بدانه و مبتنی بر این خطوط سرخی که حقوق بشر در جامعه جهانی سبب شده باشه که اتحاد داشته باشن در قضیه افغانستان و یک همگرایی داشته باشن و یک اجماع نظر داشته باشن، این یک حرف است تقریبا اشتباه. بله. چرا؟ به خاطر از اینکه هر روز شما ببینید در این 8 ماه جنگ نابرابر که در مقابل فلسطینیان اسرائیل و امی آمریکا آغاز کرده است و هر روزه تمام جهان این عمل اسرائیل تقبیح میکنه، مردم مظلوم بیچاره از بین میره، این کسایی که دفاع از حقوق بشر میکنن آمریکا و فرانسه و چون برازیل و کدام کشور و آلمان و اینا کجا هستن؟ یک ببینین که در همین حال که مثلا در این 3-4 بار سازمان ملل 3-4 بار تصویب کردن اکثریت از اعضای سازمان ملل که باید بدون قید و شرط اسرائیل مثلا جنگ در فلسطین توقف و یک آتش بس صورت بگیره. همین آمریکا بود که از حق ویتوی خود، از قدرت ویتوی خود استفاده کرد، تمام اکثریت از اعضای سازمان ملل که تصویب کردن که آتش بس صورت بگیره اونا رو همه از بین بردن. بنابراین این بحثا بسیار مسائل مهم نیست. حرف ما چی هست که هر کشور چراغ سبزش عموم منفعت خودش هست. هر چیزی که منفعتش ایجاب کنه همون عمل میکنه. شما آقای مرتضوی، عدم بر رسمیت شناسی حکومت جدا از اینکه چه مواردی را برای خود افغانستان داره، چه چالشی را برای کشورهای دیگر ایجاد میکنه؟ خوب ببینید که امروز اگر مشکلات 10% در داخل افغانستان باشه و امروز اگر خوف یا هراس از جغرافیای افغانستان بر کشورهای جهانی باشه از آدرس تروریست، از آدرس ناامن سازی، یقینا که اگر به این منوال پیش بره و بحث بر رسم شناسایی صورت نگیره، از یک جای کار آغاز نشوه و یک اعتماد سازی بین هر دو طرف ایجاد نشوه، خلاها آب نشوه، مشکلات حل نشوه و اون دیپلماسی یا گفتمان غالب بین این نظام با جهانیان آغاز نشوه، از مجراهای سیاسی دریچه های گفتمان باز نشوه و سیاست های خصمانه کنار گذاشته نشوه، خب یقینا فرایند بسیار نامیمون و نامطلوب میتونه داشته باشه. میتونه که امروز اگر 10% چالش برفرض برای جهانیان وجود داشته باشه، هراس خوف، این در 5 ماه در یک سال 20%، 30%، 40% این آمار بلند میره و دقیقا میتونه که چالش های زیاد را بر دنیا ایجاد کنه، همون قسمی که امروز چالش ها بر مردم افغانستان وجود داره. بسیار تشکر آقای مرتضوی. آقای ناصری، شما چطور میبینین در واقع به این مسئله که عدم بر رسمیت شناسی افغانستان برای کشورهای منطقه و جهان چه چالش ایجاد میکنه؟ بسیار کوتاه و در جنبندی هم دورنمای شما از روابط روسیه با افغانستان چه نگاهی است، مثبت یا نه نامعلوم؟
در ارتباط به اظهارات آقای مرتضوی که گفتن اجماع جهانی وجود نداره، عدم شناسایی دولت به نام امارت اسلامی در 3 سال گذشته توسط تمام کشورهای جهان سند و ثبوت اجماع جهانی هست به شکل غیر اعلام شدهش که این بی سابقه هست. این آقای مرتضوی میتونه تحقیق کنه. در ارتباط به چالش هایی که عدم شناسایی یک دولت ایجاد میکنه، مخصوصا در افغانستان، فقر بیشتر، انزوای بیشتر بر مردم افغانستان، عدم به حساب دادخواهی مردم در مراجع بین‌المللی هست که مردم افغانستان مثل که امروز است صدا و سیما و تصویر ندارن در جامعه جهانی، به دلیل از اینکه دولت مشروعی که قانونمند باشه و در سازمان ملل متحد چوکی رو داشت. رابطه افغانستان و روسا در ارتباط به این، روسا همونطور که در دهه 80 به افغانستان هجوم آوردن و سپاسگزارم کردن و باعث تمام بدبختی ها شدن، امروز هم در میدان افغانستان با انتقام شکست خود از اوکراین در افغانستان میخواهد امریکا بگیره و با افغانستان بازی میکنه پوتین. ممنون حضور هر دو مهمان برنامه، آقایان هر یک سید مصطفی مرتضوی استاد دانشگاه را که در استودیو اینجا با خود داشتیم و آقای وایس ناصری آگاه رابط بین الملل را که از روی خط تصویر از آلمان با خود داشتیم. بسیار سپاسگزار حضور هر دو مهمان و سپاسگزار شما بینندگانی که برنامه را دنبال کردید. شب بخیر، خدا نگهدار.